سرتیتر خبرها. طرح‌های حمله آمریکا به پرسنل و تأسیسات ایرانی در داخل عراق و سوریه تصویب شده است. سپاه پاسداران در پی حملات مرگبار اسرائیل نیروهای ارشد خود را از سوریه خارج کرد. عزیز قاسمزاده خواننده و معلم زندانی امروز پنجشنبه با پایان مرخصی درمانی برای ادامه حبس به زندان بازگشت. چندین سازمان بین‌المللی حوزه هنر خواستار آزادی فوری توماج صالحی شدند. سپهر شیرانی دانشجوی 18 ساله بلوچ که به دست نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، در بازداشتگاه این نهاد نظامی و امنیتی جان باخت. 50 کولبر در ایران تا یک ماه گذشته کشته یا زخمی شدند. همزمان با ادامه تلاطم در قیمت ارز در ایران، قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در کشور افزایش یافته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مسئولان حمله به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخگو خواهیم کرد. شبکه خبری NBC نیوز از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حملات سایبری علیه ایران خبر داد. گروهی از اعضای کنگره در آمریکا خواستار اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه ایران شدند. گروهی از شهروندان آمریکا با ثبت دادخواستی در دادگاه فدرال شهر واشنگتن، جمهوری اسلامی را به طراحی و تأمین مالی کشتار حماس در اسرائیل متهم کردند. ارمنستان رسماً به دادگاه لاهه پیوست. حوثی‌های یمن مدعی شدند که در حمله جدید به کشتی‌های تجاری، یک کشتی کانتینربر آمریکا را در دریای سرخ هدف قرار دادند. به دنبال اعتصاب در فرودگاه‌های آلمان، صدها پرواز لغو شد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که تعداد موارد جدید ابتلا به سرطان تا سال 2050 به بیش از 35 میلیون مورد خواهد رسید. و ایتالیا مجوز تولید آرد جرجیرک برای مصرف انسان را صادر کرد. گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه اول فوریه 2024 میلادی برابر است با 12 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. مقامات آمریکایی میگویند برنامه حملات چند روز آینده این کشور علیه اهدافی در سوریه و عراق که شامل پرسنل و تأسیسات ایرانی نیز می شوند تصویب شده است. این مقامات امروز پنجشنبه با تایید این خبر به شبکه CBS نیوز گفتند که آب و هوا عامل مهمی در زمان اجرای این حملات است. آنها اعلام کردند با وجود آنکه ارتش آمریکا توانایی انجام حملات در شرایط بد آب و هوایی را دارد، اما ترجیح می دهد که برای جلوگیری از آسیب های غیر عمدی به غیر نظامیان دید بهتری نسبت به اهداف انتخابی داشته باشد. آماده شدن ایالات متحده برای حمله به مواضع احتمالی گروه مقاومت اسلامی در عراق یا اهداف دیگر، در حالی است که کتائب حزب الله، یکی از گروه‌های این ائتلاف، روز سه‌شنبه از تعلیق تمام عملیات‌های خود علیه اهداف آمریکایی خبر داد. این گروه دلیل تعلیق عملیات‌های خود را جلوگیری از شرمساری دولت عراق خواند. خبرگزاری رویترز امروز پنجشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خود از خارج شدن فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران و ده‌ها افسر میانی این نهاد نظامی از خاک سوریه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از 5 منبع که به نامشان اشاره نکرده نوشت که سپاه در پی حملات مرگبار منتسب به اسرائیل که در هفته‌های اخیر رخ داده، اعزام فرماندهان خود به سوریه را کاهش داده است. طبق این گزارش، برنامه سپاه این است که در حال حاضر برای حفظ جایگاه خود در خاک سوریه از نیروهای شبه نظامی شیعه متحد خود بهره بگیرد. رویترز به نقل از سه منبع نوشت که
در مقابل تندروها در تهران که بر اقدامات تلافی جویانه اصرار دارند، دلیل تصمیم جمهوری اسلامی به بیرون کشیدن فرماندهان خود آن است که نمیخواهد پایش به طور مستقیم به درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه کشیده شود. این منابع به رویترز گفتند که برنامه سپاه مدیریت حضور در سوریه از راه دور است و قرار است که حزب الله لبنان از دیگر نیروهای تحت الحمایه جمهوری اسلامی هم در این کار به سپاه کمک کند. در ادامه فشارها بر فعالان صنفی معلمان، عزیز قاسم‌زاده خواننده و معلم زندانی روز پنجشنبه با پایان مرخصی درمانی برای ادامه حبس به زندان لاکان رشت بازگشت. در خبر دیگر، محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در یادداشتی دهمین سال حبس رسول بداقی معلم زندانی را یادآوری کرد. حبیبی در یادداشت خود با شرح تلاش‌ها و فعالیت‌های صنفی رسول بداقی نوشت که نقش او در تثبیت تشکل‌های صنفی معلمان انکارناپذیر است. این فعال صنفی معلمان در ادامه با بیان اینکه در میان انبوهی از فعالان صنفی و کارگری هیچ کس به اندازه رسول بداقی هزینه نداده، این پرسش را مطرح کرد که چگونه است که فردی با چنین حجمی از اثرگذاری در کار جمعی و تشکل‌یابی در ایران و تحمل سال‌ها حبس، نامش کمتر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تنین دارد. چندین سازمان بین‌المللی حوزه هنر و موسیقی ضمن محکوم کردن بازداشت مجدد توماج صالحی خواننده معترض از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. به نوشته حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اکس، سازمان‌های بین‌المللی فری میوز در زمینه آزادی هنر، نهاد سیف میوز حامی هنرمندان در معرض خطر، فدراسیون بین‌المللی موسیقی دانان و اتحادیه آهنگسازان و ترانه‌سرایان اروپا در این خصوص بیانیه مشترکی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است که می‌خواهیم به رژیم ایران تعهداتش را در مورد احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی یادآوری کنیم و آنها را به گزارش گزارشگران ویژه سازمان ملل و یونسکو در خصوص محکومیتشان در نقض حقوق آزادی هنرمندان ارجاع می‌دهیم. رژیم ایران موظف است که به آزادی بیان احترام بگذارد. سپهر شیرانی، دانشجوی 18 ساله بلوچ که دهم بهمن ماه به دست نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، در بازداشتگاه این نهاد نظامی و امنیتی جان باخت. یک سازمان حقوق بشری میگوید که ماموران امنیتی با شلیک گلوله به سر این دانشجو او را به قتل رساندند و جسد او را بر پشت بام خانه‌شان بردند تا قتلش را خودکشی جلوه دهند. حال وحش که به صورت ویژه اخبار مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، حد به نقل از منابع خود نوشت، 12 بهمن ماه با خانواده سپهر شیرانی تماس گرفتند و خبر دادند که او جانش را از دست داده است. به گفته این منبع، نیروهای امنیتی تا به حال به خانواده این دانشجوی بلوچ درباره علت جان باختن او توضیحی ندادند و جسد او در اختیار نیروهای امنیتی است. کمپین فعالان بلوچ هم به نقل از منابع خود گفت که سپهر در زمان بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته که بر اثر آن جان خود را از دست داده است. سازمان حقوق بشری هنگا از کشته و یا زخمی شدن دست کم 50 کولبر تا یه ماه ژانویه سال 2024 میلادی خبر داد. هنگا با استناد به آمار خود گزارش داد که در نخستین ماه سال جاری 6 کولبر در مرزهای دو استان کردستان و کرمانشاه با کشور عراق کشته و 44 کولبر دیگر زخمی شدند. به گزارش هنگا 6 تن از زخمی شدگان کودک کولبرانی بودند که هدف شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. طبق گزارش در مجموع 46 تن از کشته و یا زخمی شدگان هدف شلیک مستقیم ماموران امنیتی قرار گرفتند، 2 تن در معرض پرتاب سنگ ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفتند، 1 تن مورد ضرب و جرح قرار گرفت و 1 کولبر هم از کوه سقوط کرد. کولبر نیوز نوشته است که 30 تن از این قربانیان افراد زیر 18 سال بودند. همزمان با ادامه تلاطم در قیمت ارز در ایران، قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در کشور افزایش یافته و رسانه‌ها از بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی تا 1.2 میلیارد تومانی خبر دادند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره پنجشنبه نوشت که
روند رشد قیمت از حدود یک ماه پیش آغاز شده، اما در 14 روز گذشته شاهد اوجگیری قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم. در گزارش این روزنامه تاکید شده که قیمت خودرو در 2 هفته اخیر به طور میانگین 3.3% افزایش را تجربه کرده است. بررسی ها نشان می‌دهد که بیشترین رشد قیمت مربوط به خودروهای وارداتی کار کرده با میانگین رشد 7.1% بوده است. مرور قیمت ها نشان می‌دهد که محصولات داخل به طور میانگین 20 میلیون تومان معادل 3.3% و خودروهای مونتاژی 29 میلیون تومان معادل 1.87% رشد قیمت را تجربه کردند. رانندگان هوشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازار می‌جلبم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و گرانت شارپس وزیر دفاع بریتانیا روز چهارشنبه 11 بهمن ماه در واشنگتن دیدار کردند. طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف در این دیدار حمله اخیر به نیروهای آمریکایی مستقر در اردن را به بحث گذاشتند و بلینکن تاکید کرد که ایالات متحده مسئولان این حمله را پاسخگو خواهد کرد. لزوم تداوم حمایت از اوکراین و همچنین وضعیت جاری در دریای سرخ و اقدام بین‌المللی به منظور پاسخگو کردن حوثی‌ها به دلیل حملات غیرقانونیشان علیه کشتی‌های در حال گذر از دریای سرخ و خلیج عدن از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود. از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد که ساعت 1:30 صبح بامداد پنجشنبه به وقت محلی یک ایستگاه زمینی
کنترل پهپادهای حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را در خاک یمن هدف حمله قرار داد. سنتکام این ایستگاه و پهپادهای حاضر در آن را تهدیدی قریب الوقوع برای کشتی‌های تجاری و همچنین کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه تشخیص داده بود. بیانیه سنتکام می‌افزاید که 10 پهپاد انتحاری حوثی‌ها در جریان این حمله نابود شدند. شبکه خبری NBC نیوز از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حملات سایبری علیه ایران خبر داد و نوشت که این اقدام ممکن است که برای هفته‌ها ادامه یابد. این شبکه به نقل از مقامات رسمی آمریکا اعلام کرد که واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد، شامل یک کارزار تلافی جویانه ترکیبی است. بخشی از این کارزار به حمله به مواضع جمهوری اسلامی در خارج از ایران اختصاص دارد و بخش دیگر هم به انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حکومت مربوط خواهد شد. گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواستار اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه ایران شدند. یک گروه متشکل از 62 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و همزمان گروه دیگر متشکل از 18 سناتور در سنای آمریکا با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این درخواست را مطرح کردند. این نمایندگان و سناتورها از دولت خود خواستند با توجه به اینکه در 4 ماهی که از حمله از غزه به جنوب اسرائیل می‌گذرد، فعالیت گروه‌های نیابتی ایران در سراسر خاورمیانه افزایش پیدا کرده، حلقه تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کند. این نمایندگان گفتند که دولت بایدن اقدامات اجرایی علیه محموله‌های نفتی ایران را به عنوان بخشی از مذاکرات با ایران کاهش داده و این سیاست اکنون باید برعکس شود. گروهی از شهروندان آمریکا روز چهارشنبه با ثبت دادخواستی در دادگاه فدرال شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده جمهوری اسلامی را به طراحی و تأمین مالی کشتار 7 اکتبر حماس در اسرائیل که منجر به کشته شدن صدها تن و مجروح شدن هزاران تن دیگر شد متهم کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکا 67 شاکی پرونده حکومت ایران را مسئول مستقیم قتل عام 7 اکتبر می‌دانند و ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی از حماس برای خرابکاری در تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی استفاده کرده است. شاکیان جمهوری اسلامی را به دلیل پشتیبانی از حماس و جهاد اسلامی و دست داشتن در رنجی که بر قربانیان گذشته پاسخگو می‌دانند و به دنبال دریافت غرامت از طریق صندوق ضد تروریسم دولت ایالات متحده هستند، هرچند میزان غرامت درخواستی مشخص نشده است. ارمنستان به شکل رسمی به دیوان کیفری بین المللی پیوست و روسیه متحد سنتی این کشور این اقدام را گامی غیر دوستانه توصیف کرد. دادگاه لاهه اواخر اسفند ماه سال گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد. بر همین اساس اکنون ارمنستان موظف است که در صورت ورود ولادیمیر پوتین به این کشور او را دستگیر کند. او گفت پیوستن ارمنستان به دادگاه لاهه ابزارهای جدی را در اختیار ایروان قرار می‌دهد تا از وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در قلمرو خود جلوگیری کند. حوثی‌های یمن مدعی شدند که در حمله جدید به کشتی‌های تجاری این بار یک کشتی کانتینربر آمریکا را در دریای سرخ هدف قرار دادند. نام این کشتی KOI است و توسط آمریکا اداره می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، KOI یک کشتی کانتینربر با پرچم لیبریا است که توسط یک شرکت مستقر در بریتانیا اداره می‌شود. ناوگان همین شرکت شامل نفتکش مالین لواندا است که شنبه گذشته بر اثر اصابت موشک آسیب دید. کارکنان بخش امنیت پرواز در برخی از بزرگترین فرودگاه‌های آلمان از جمله در فرانکفورت روز پنجشنبه دست از کار کشیدند، اقدامی که باعث لغو حدود 1000 پرواز و ضربه به بزرگترین اقتصاد اروپا شد.
به گزارش رویترز، در تداوم موج اعتصاب در آلمان، اتحادیه اصناف وردی روز پنجشنبه اول فوریه از کارکنان بخش امنیت پرواز فرودگاه‌های آلمان خواست که دست به اعتصاب یک روزه بزنند. هدف از این اعتصاب اعتراض به پایین بودن دستمزدها عنوان شده است. گفته شده که در این اعتصاب که شماری از بزرگترین فرودگاه‌های آلمان از جمله برلین، فرانکفورت، هامبورگ، برمن و اشتوتگارت به آن پیوستند، بیش از 1100 پرواز متوقف شد و برنامه پرواز حدود 200,000 مسافر تحت شعاع قرار گرفت. آنگونه که اتحادیه اصناف آلمان بردی گفته، این تصمیم در پی 3 دور مذاکرات ناموفق برای افزایش حقوق حدود 25,000 کارمند امنیت پرواز گرفته شده است. اتحادیه اصناف آلمان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان هر ساعت 2.80 یورو را برای کارکنان فرودگاه ها مطرح کرده که تا کنون به نتیجه نرسیده است. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلحنامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که تعداد موارد جدید ابتلا به سرطان تا سال 2050 به بیش از 35 میلیون مورد خواهد رسید. یعنی افزایش 77% در مقایسه با آمار ابتلا به سرطان در سال 2022. در همین بیانیه عوامل اصلی این افزایش مصرف دخانیات، الکل، چاقی و آلودگی هوا برشمرده شده است. در این میان کشورهای توسعه یافته جهان شاهد بیشترین افزایش در آمار ابتلا به سرطان خواهند بود.
یک شرکت ایتالیایی به عنوان اولین شرکت در این کشور موفق به دریافت مجوز تولید غذاهای حاوی آرد جیجیرک برای مصرف انسان شده است. اتحادیه اروپا در اوایل سال 2023 فروش برخی حشرات از جمله جیجیرک، ملخ و لارو سوسکای شبرو را برای مصرف خوراکی انسان تایید کرد و این امر باعث شد که دولت ایتالیا در مورد ماهیت محصولات غذایی این کشور دچار نگرانی شده و یک رشته مقررات پیشنهادی را به تصویب برساند. یکی از این مقررات پیشنهادی برای جلوگیری از مخلوط کردن آرد حشرات در غذاهای سنتی این کشور مانند پاستا و پیتزا وضع شده، زیرا وزارت کشاورزی ایتالیا نگران وضعیت صادرات این محصولات شده است. با این حال به دلیل پروتئین بالا و وجود ویتامین های زیاد در بدن حشرات، استفاده خوراکی از آنها به طور فزاینده به عنوان یک روش پایدار برای به دست آوردن مواد مغذی در نظر گرفته می شود. پیش بینی می شود که بازار حشرات خوراکی در اروپا تا سال 2030 میلادی به 2.7 میلیارد یورو برسد. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.